رمضان الليلان والضاح وتجملت بقدومه. پاداش افطاری دادن به روزدار. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم می فرماید: من فطر صائما كتب له مثل اجره غير انه لا ينقص من اجره شيئا. هر کس به روزداری افطاری دهد اجری مانند اجر روزدار به او میرسد بدون آنکه چیزی از پاداش روزدار کم شود. کیفیت و مقدار افطاری دادن. علامه ابن عثیمین رحمه الله در شرح ریاض الصالحین میگوید: دیدگاه علما در مورد معنای من فطر صائما متفاوت است. برخی میگویند هدف از افطاری دادن کمترین غذایی است که یک روزدار با آن افطار مینماید، اگرچه یک خرما باشد. برخی دیگر میگویند هدف از افطاری دادن این است که به اندازه سیر شدن روزدار به او افطاری بدهد. اما ظاهر حدیث گویای این است که افطاری دادن اگرچه با یک عدد خرما هم باشد مصداق این حدیث قرار میگیرد و اجر و پاداش به افطار دهنده تعلق میگیرد. بقدومه الارواح. ثمره و آثار اجتماعی افطاری دادن به روزدار. افطاری دادن به روزدار باعث دوستی و محبت و رشد احساس همدردی در جامعه اسلامی می‌گردد، زیرا علاوه بر عموم مردم بیشتر فقرا و مستمندان مسلمان از این افطاری بهره مند می‌گردند و در این صورت اجر و پاداش صدقه به فقرا و اطعام مساکین نیز شامل حال انسان می‌گردد. رمضان سخاوت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم در ماه رمضان. ابن عباس رضی الله عنهما میگوید: كان رسول الله صلی الله علیه و سلم اجود الناس بالخير وكان اجود ما يكون في شهر رمضان حتى ينسلخ فياتيه جبريل فيعرض عليه القرآن فإذا لقيه جبريل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم در انجام کارهای خیر سخاوتمندترین انسان ها بود و در ماه رمضان تا هنگام سپری شدن آن از هر وقت دیگر سخاوت بیشتری داشت. در ماه رمضان جبرئیل نزد پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می آمد و قرآن را بر او عرضه می نمود. پس هنگامی که جبرئیل با او ملاقات می کرد، نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در پخش خیر و نیکی از بادهای وزنده نیز سبقت می گرفت. همچنین در مورد صحابه و سلف صالح امت آمده است که آنها به افطاری دادن روزداران و سخاوت در ماه مبارک رمضان اهمیت زیادی می‌دادند. شما هم با پیروی از پیامبر، صحابه و سلف امت و اسوه قرار دادن آنان از همین اکنون تصمیم بگیرید و به اندازه توانتان به روزداران افطاری دهید تا این گونه در کنار اجر و پاداش روزه و رمضان از فضیلت و پاداش بزرگ افطاری دادن نیز بهره مند گردید. رمضان الليلان والضاح وتجملت بقدومه الارواح. رمضان الليلان والضاح وتجملت بقدومه الارواح.